رفقا این برگشتم با ادامه برنامه استونکر شو از میکنم که چند روزی نبودیم من مشکل داشتم نمیتونستم ویدیو زب بکنم قول میدم که هر شب براتون ویدیو آپلود بکنم خیلی 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 ممنونم بابت پیگیریاتون احوال پرسیاتون واقعا من شرمنده میکنید این از این همونطوری که میدونید اسنوکر باز هم هستید ما تو تور حرفه ها توی یک سالی که برگزار میشه 20 تا مسابقه چه بگم تور حرفه ای رو داریم از این 20 تا سه تاش غیر رنکینگ 17 تاش مسابقات رنکینگ جهانی هستش و مهمترین چرا ورلد چمپیونشیپ هستش به خاطر اینکه بعد از اون دیگه هیچ بازی برگزار نمیشه وارد فصل جدید میشیم و دیگه آخر سر مشخص میشه بهترین بازیکن فصل کیه رنک یک دنیا کی میشه آیا جابجا میشه یا نه که جابجا جا شد بعد از دو سال صدرنشین شسرک بگرگ صد نشینی سالیوان الان رسید به مارک آلن مارک آلن شد رنگ یک دنیا و بهترین بازیکن نه گفتم یا نه بهترین بازیکن جهانیم. جهانی هم سالیوان شد تو امسال و بریم به سراغ ببینیم که ما چه برنامه های جدیدی میخوایم به اسنوکرشو اضافه بکنیم همه برنامه های قبلی هست سر جاشه و قراره یه سری از برنامه ها رو من چند تا کانال یوتیوبی پیدا کردم که میان گلچینی از بهترین ضربات میان بهترین مثلا ضربات تریکشات امسال و کلی ادیت های خفن و باحال دیگه یعنی ویدیوهای خفن و باحالی هستش که به عنوان مثال همین اولیش 50 نوشه چی 50 تا از بهترین ضربات مسابقات ورلد چمپیونشیپ سال 2024 تو که چی جذاب تر از این این به سلیقه ما نبوده سلیقه ادیتوری ای هستش که داره یک کانال یوتیوب رو میچرخونه ما قرار صرفا بریم بهش ریاکت بریم یکی از خوبی های این برنامه های این شکلی من بیشتر میتونم براتون ضربات رو باز بکنم نقد و بررسی بکنم این صرفا این نباشه که بشینیم بازی رو نگاه بکنیم این شکلی هم قشنگ دیگه که قشنگ بدونیم کجا ضربه زد چی کار کرده ضربش حرفه ای بود شانسی بود و یه سری هم من کامنت میخوندم با بود که برای من کامنت میذاشتن البته میگم این افرادی که این شکلی کامنت میذارن یا شناختی از رزومه بنده ندارن یا که نمیدونم شاید تازه با این ورزش آشنا شدهن مثلا من این سری ضربات رو میگم که آقا این ضربه شانسی هستش بالای نم... نب... نمیگم 100 درصد بالای 90 درصد احتمال این موضوع رو بده که شانسی هستش شانسی رو ما براتون تعریف کردیم گفتیم ببین این ضربه رو بعد 10 بار بزنی بعدش اگر بعد 10 بار 9 بارش انداختی یه بارش تو دهنه پاکت میس شد ما به اون ضربه میگیم ضربه درست غیر از این باشه ضربه شانسی است. یه سری ضربات هم هستش که شانس دخیل میشه توش اینا خیلی ریزه کاری داره حالا اگر اسنوکرش رو زیاد نگاه بکنی جنس کلمات و جمله بندی من بیاد دستت متوجه میشی که منظورم دقیقا یه ضربه شانسی یا شانس شاشنی کار شده این صحبت ها چی هستش بیشتر از این وقتت رو نمیگیرم توی این ویدیو قرار بریم با هم دیگه 50 تا از بهترین ضربات ورلد چمپیونشیپ به سال 2024 اسنوکر رو با هم دیگه نگاه بکنیم با هم رو باشید اولین ضربه رو از لوکا برسل انتخاب کرده با یه ضربه بک اسپین جان من یه نکته بگم بس بس اینجا نگه دارم یه نکته دو تا نکته بگم من تصمیم گرفتم پنجره رو باز کنم که هوای خیلی خوبی بیاد یعنی حس خوبی به من میده که یادتون باشه وقتی اکسیژن تو اتاق نباشه دیدین بعضی موقع من یا یو... حالت خمیازه میگیرم یا حالت خسته میگیرم بخاطر اینکه اکسیژن تو اتاقم نیست اوکی حالا من سعی میکنم که با هوش مصنوعی این صدای نویزش رو بگیریم اینو و نکته بعدی که اگر یه جا تو ویدیو من کلا دیدید که یه های قد شد یعنی قبل و بعدش به هم دیگه رفت نداره اینا صد درصد بدونین ما به مشکل کپی رایت برخوردیم که اون قسمتش حذف شده و امیدوارم که اتفاق نیفته و اسخای میکنم و بنویسین که دنیا راست کیه عجب میزنه لوکا برسل نگاه کن یادم خیلی ها این من منم ضرباتم این شکلی بود و بر بعضی ها عجیب بود که چوب تا چرا حرکت عجیبی انجام میدی روی چوبه ببینید که بازیکنه جهانی هم این کار هم. طرف قصه ببین چه سیفی میکنه بینگ هام در مقابل جک جونز چی زد توپه رو یه دیگه او او او, او 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 چه سمی چه سم میزد بریم به سراغ هیگینز و آلن دبل میخواد بزنه جان جان مغزی از بغل یه ضربه دبل تمیز مرتب حالا هم که بهتون گفتم رنگی یکی دنیا شد و رفقا با لایک کامنت سابسکرایب هم حمایت بکنید کیه؟ اینکه چه حرفی دارم بزنم سالی بام چیکار کرده و چه توپیو زده این ضربه ضربه دو منظوره ضربه یکی که خیلی نمیتونی روش حساب بکنی صرفا زد که اگر افتاد بتونه سیف کنه این ضربه رو فکر کنم تو ویدیو گذاشته که میره پشت سه گند میزنه آره آره همون ضربه است که تو ویدیو خودش هم گفتم عجب ضربه ای بود این پوزیشن رو ببین ولی چه گندی میزنه اینجا اونه که فینال رو ندیدن میتونم برم ویدیو رو نگاه بکنن اوکی کیه به به پدیده این دوره از مسابقات جک جونز چیکار کرد امسال چیکار که نکرد بعد بگیم در واقع با کایرن ویلسون زده بود این ضربه رو چه پوزیشنی واسه توپ سبز گرفت اونا خانواده‌اش هم از استرس میمیرن ها کیه حسین وفایی آه آقا این ضربه رو من می‌خواستم بزنم, بزنم استوریش بکنم من این ضربه رو دیدم گفتم که ضربه حسین شانسی بود بعد بچه‌ها برام فرستادن گفتن نیما برو ضربه حسین رو ببین این ضربه شانسی نبود چون من فقط از اون ضربه که کات میخوره میزنه ناکو من از اینجا دیدم ضربه رو خب من فکر کردم که شانسی زده بعد رفتم ویدیوشو که نگاه کردن دیدم نه قبلش اومده حساب کتاب کرده بررسی کرده بعد ضربه رو زده بعد اون موقع از فهمیدن او خدا عجب ضربه قفنی زده بوده و همین این چرا باید ضربه خفنی باشه او 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 آو اوکی اوکی من چرا این انتخاب کردی زربه رو به این بذار من نه عقب نذ چرا؟ چقدر خوب رسی ادیت کرده آو. یه صحنه خودشه یه صحنه هم چیزشه دیگه چی <تصفل> بهش <شه> میگن <دیگه>. صحنه <تصفل> آیساشو نشون میده این از این لحظه انتخاب کردی این زربه رو که الایو تو با فرار کرد اومد پشت اون اینجا رو این ضربه اخ اخ آخ لیزوفسکی چی زد چی زد چه ضربه مرتب منظمی چقدر خوب چقدر دقیق این دنبال جنگولک بازی نه یه ضربه ساده این هم یکی از بهترین ضربات اینو دیدم اینو اینجا رو, رو ببینید افزی رو ببینید او او سه به چهار رو ببینید سه به چهار ای نه اومد اومد این یکی دو تا قلیگم میخورد خیلی جذاب میشه سالان رو ببین رو حواس خیلی خوبه جک جونز پدیده خیلی نظرها رو به خورش جلب کرد تو این مسابقه فزی رو ببین برای بله اونایی که عاشق افزیر هستم من خودم از اون آدم هستم که خیلی افزیر به میچسبه ببین حالا که بازی تموم کرده بوده این ضربه رو برد این زرک زر این چه سمی بود اصلا بگم مهم شیشه رو بعد زد ولی قرمز رو دیدیم البته تا خواهی چیز شما نکن این ضربه ببرم اقعب اه دکی این ضربه رو ببرمش عقب خب این برای یه ویدیو دیگه است گند زدم ببخشید از خواهی میکنم منو ببخشید ای خاینه ببین این زرور رو ببین که داره میزنه بچه از خواهی میکنم بیارمش جلو خواه ببین اینجا که داره این زرور رو میزنه آها به اینها این دیگه خیلی شانسیه تو با پیچه فلان و بیسانه این دیگه دو بیتیه این دیگه واقعا دو بیتیه دیگه از اونجا با پیچ فلان و بیسانه اینا نمیشه دیگه من همون زهره همون چیزی که اول بازی توضیح دادم لانگ شات خوب بایم چی نیاز داشته آره چه بیستا اوکی سبزو میزنه واح چه پوزیشنی چه پوزیشنی و جالب اینجا بدونید که توپ زرد می بیست میزد 24 تا بود با مگور با کارتر بچه من یادم رفت بردش یا علی کارتر این مسابقه رو جک جونز رو ببین سلامت ضربه رو ببین با بین کام میشه تو ضربات عالی ترامپ نباشه اونم به تعداد زیادی یک دو سه باند و پشت قرمز کنترل کیوبا رو ببین با لبای آدم بازی میکنه این چیه آه. آه. باز هم ترام واقعا بازیش جذابه ترام واقعا لذت تازه عقب هم هست داره اینطوری میزنه ها رفقا این موضوع توجه کنید که عقب رفیقمون داره این کارا رو میکنه این هم یه فزیر وحشتناک از کایران ویلسون ببین نمیتونی تو چوب در نره خاطر اینکه تو داری شلیک میکنی کبوت شدین این بیچاره کایران ویلسون و این دوره نری نکن هر کاری بکنی فقط مهم چیه مهم اینه که اون پابرر رو درست بتونی تو لحظه برخورد انتقال بدین یک دو سه چهار پنج بام ببین مثلا این الان ای از حالت خارج شد ولی خارج نمیشه سنگین هم البته جلوه البته جلوه باز هم حسین وفایی در مقابل کی بوده ترامپ این زب اوه, اوه اوه این زربه رو اگه یادتون باشید رو ویدیو هم برید ببینید من تعریف این ضربه رو کردم خیلی خیلی پشمیزون بود این زربه با این زربه درکتور عالی کنترل <applause> کیوال تو واقعا ببینیم وسط <تصفح> همه با چیز زده همه با این بیچاره زده هر چی شات داشته علی سر کارتر زده آ اینم خیلی با هم دیگه نگاه کردیم فکر کنم اینو یه پنجاه باری زد درسته نه 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 این اون نیست یه دونه بود گیر کرد خیلی زد این اون نبود از اسکور فهمیدم که این اون نبود پینک ها هم این مثال خیلی خوب بازی کرد سالیوان و پیج بند خدا پیج رو نابود کرد چند چند بود چند ده یک بردتش چیزو پیجو خیلی اختلافشون زیاد بود یا ده دو برد یا ده یک بردش کجا گذاشت بچه مردم گیلبرت گیلبرت امسال خیلی خوب بازی تا نیمه نهایی اومد و او این ضربه خیلی اسیدیه ها بعد بازی نیمه نهاییشونه با کاریران ویلسون ضربه بعدی جک جونز تو فینال خیلی وجود میخواد که ضربه لانگ شات این شکلی بزنی تو فینال من از نظر خودم حالا شما هم بنویسید حتما فکر میکنم اولا که سپرایز شو جک جونز بعد همین که من فکر میکنم اصلا توقعی همچین بازی و از چیز نداشت از کایرن <applause> ویلسون نداشت شما کنترل کیو بالا به فقط اون وسط حلکی نبود گیلبرت تا نیمه نهایی اومد ببین برای همین میگم میگم چون مسابقه آخر هست آس... مسابقه آخر همه صدشون رو میذارن دیگه که اون نتیجه خوبه رو بگیرم من چون عاشق این ضربات این شکلی هم ضربات برشی میدل پاکت که با سه باند میای پاشتو به بعدی خیلی جذابه به من خیلی <applause> ارسال بکنی چرا که نه آه این همون ضربه شانسی حسین وفایی بود چی زد حال توجهتون عقب بودا یعنی جلو نبود که اون صورتی اون شکلی زد و یه مشکی رو با اعتماد به نفس نمیدونم اون صورتیه رو چه شکلی این کار انجام داد البته اینو بگم فریم نه تا هم ترامپ بوده یه دونه یعنی ترامپ میورد تموم میشد این عجب چیزی پیدا کرد اون وسط چه پلنتی پیدا کرد اونجا اینو ببین دنبال چی میگرده نخورد نخورد اون برنامهش این بود که بزنه بخوره به این قرمزه بیفته صاف خودش زد اینجا بینگ هامو گری ویلسون نگو که میافته وای خیلی اسیدیه این ضربات این شکلی واقعا آدم رو نابود میکنه و اتخایی هم میکنه از ویلسون بریم بریم به سراغ ضربه بعدی دو هیچ اینجا افتاده و جلو سلوی زدین یا کانر بچه کانر رو من درست میکنم دیگه این همین بازیکن آینده‌داریه اگه صورتش نشون بده که نداد نسل بعدی دنیای سنکر که دیگه باز هم حسین وفایی باری کلا جمعیه فزیره خوب میاد پشت یه پوزیشن واسه توپ آبی میگیره چیکار کنه افتاد چیزی یا که سیف کرد چی شد آه... راستش من نگرفتم آیا برای سیفش این ضربه رو انتخاب کرده بود خب با هزار تا توپ دیگه هم میتونه سیف کنه که خیلی ریسکی بودش که نمیدونم شما نظرتون رو بنویسین من نکته انتخاب شدن ضربه قبلی رو متوجه نشدم با یه ضربه خیلی خوب آلن تونستش که اسنوکر بکنه اینو پایینش نوشته دنبال ضربه سیفه چی زد چی زد ویگیری که چی شد و اینا دیدیم با هم دیگه با پیج زد لانگ شوت میرونید یه چیزی برام عجیبه ببینید چقدر مطمئنه که اون توپ اونجا وای میسته و اون توپ رو استانشات میزنه ببینید مثلا این ضربه شانسی نیست چرا اونو میگم شانسی ولی اینو میگم شانسی نیست این خیلی با هم پوزیشن با هم دیگه فرق میکنه شرایطشون با هم دیگه فرق میکنه وقتی توپ قرمز انقدر تو دهنه پاکته درصد ریسک و وحشتناک میاره پایین ولی اون که وسط میز تحجیبش میاره بالا الهی با تو میزنه اون صد درصد شانسیه آه بح 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 اینجا رو کنترل والو ببین سلطان سنکر مارک سیلوی چقدر هستی؟ اسم مارک ما داریم توی چیز البته همشون انگلیسی هنو توی دنیا هستون که مارک ویلیامز، مارک سلبی، مارک آلن تا تو دیگه شما بنویسید اینجا رو سیف از جنگ با جک جونز هم زده بود این هم عجب بازی بود با هم دیگه نگاه کردیم باز هم حسین آره این ضربه رو با ترامپ زد خیلی خوب پخته بود خیلی خوب زد همه تو فریم آخریه داشت میزد جارو ببین ضربه خوبی بود بریم بکی سپین هایی زده شده تو این مسابقه همش بحث پاوره ها یه دیگه ببینیم ضربه آخریه ای خدای من چرا من آخر سرش اینطوری میکنم ویدیو هم که قراره ببینید و یعنی نگاه میتونستید نگاه بکنید من ضربه آخر رو یه باریگه ببینیم افزیره زیره ضربه حسین نه قرمز آخری ببین چقدر قشنگ و پشت آب آبی چه پوزیشنی یه دست راو. رفقا اینم بود از 50 تا از بهترین ضربات دنیای اسنوکر که خیلی خفن بود شما برنامه من بنویسین که کدوم یکی از همه باحال‌تر و خفن‌تر بود به نظر شما با لایک کامنت سابسکرایب حمایت بکنید برنامه اسنوکر شو و بیلیارد شو بی نهایت به حمایت شما نیاز داره دوستاتون دارم تا یه شب دیگه یه ویدیو دیگه فعلا خیلی چکریم عکس هایی که دارین مشاهده می کنید. خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت بکنید پکیج آموزش تصویری بیلیارد و اسمی که شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد و اسمی که لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش